ازدواج موفق یعنی چی؟ مرد و زن چه فرقی با هم دارن؟ چطور میتونم همسر درستی انتخاب کنم؟ آیا میتونم فرزندی سالمی بزرگ کنم؟ راه حلش چیه؟ چطوری میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم؟ راستی چجوری میتونم آدم موفقی بشم؟ من کیم؟ عشق چیه؟ عشق یه چیزی من احساس یا میتونم به وجودش بیارم؟ میشه عشق رو ابدی کرد؟ اینا سوالایی نیستش که ما داریم. عشق آفرین، برنامه ای از دکتر آزیتا سایان، سه‌شنبه شبها 10 تا 11 شب. شنوندگان محترم، به برنامه عشق آفرین امشب خوش آمدید. خانم فاطی نازنین، آقای آرمین عزیز در خدمتشون هستیم. خیلی خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه این برنامه رو تقدیم حضورتون کنیم. امیدواریم هر کجا که هستید خوب و خوش باشین و مثل ما شاد شاد ساعت 10 شب تازه فکر کنین که دارین میرین پارتی عشق آفرین در رادیو KIRN. فاطی خانم شما خوبی؟ مرسی. به همه شنوندهای عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوشحال و شاد دارن به برنامه امشب گوش میدن. بله، و در هر کجا که هستید به خصوص اصفهان به ما زنگ بزنید. شماره تماس ما هست 323-512-7264، 323-512-7264. من چند اعلامیه خدمتتون بگم قبل از اینکه بریم سراغ پاسخ دادن به سوالات شما عزیزان، و اونم این هستش که ما دیشب سمیناری بسیار بسیار موفقیت‌آمیز در رستوران شعله بین‌المللی فلیم اینترنشنال داشتیم که کل رستوران فکر میکنم جا بود که فقط ما رد بشیم. البته اونایی که لاغر بودن یه خود توپل بودین رد هم نمیتونیم بشیم. خیلی خیلی فضا شلوغ بود و آقای مستشاری قول دادن که دفعه بعد به خاطر اینکه یه 50-60 نفر عزیزان بیشتر فکر کنم در حدود 70 نفر نتونستن که بیان تو، خیلی متاسف بودن و گفتن که انشالله دفعه بعد سالن بالا رو هم باز میکنن که عزیزان بتونن جا برای نشستن داشته باشن. و سمینار بعدی ما 18 ماه آگوست در رستوران فلیم اینترنشنال سانتا مانیکا خواهد بود. میتونید از همین الان رزرو بکنید جای خودتون رو برای 18 آگوست. و عزیزانی که دیشب از در میرفتن بیرون همونجا داشتن رزرو میکردن، مثل اینکه مثلا میخواستم بگم این میز مال ماست. خیلی بامزه بود که آقای مستشاری ما همینجا میشینیم دفعه بعد، یه بعد میخندیدن میگفتن که خب شما جاتون رزرو کنید. به هر حال سمینار بعدی ما مردان قهرمان زنان دوست داشتنی، و این به خاطر این استش که بسیاری از زنان راه این که یک مرد رو به عنوان یک قهرمان بشناسنش و بدونن چطور باید باش رفتار کنن و چطور با یک مرد رفتار می کنیم که اون قهرمان ما باشه و حامی ما باشه و پشتیبان ما باشه و فراهم کننده ما باشه و حمایت کننده ما باشه. ما اگر این علم و این هنر زن بودن رو بلد باشیم و زن دوست داشتنی باشیم، مردان ما قهرمان هستن. و این هنر زن دوست داشتنی بودن و مردان قهرمان رو دور خودمون داشتن و برای مردان قهرمان بودن خودشون و اینکه چطور یک مردی میتونه به قهرمان درونی خودش دست پیدا کنه و به خودش افتخار بکنه و از خودش راضی باشه، فکر کنم خیلی اهمیت داره. سوژه بسیار بسیار پر اهمیتیه. امیدوارم بیاید و با ما باشید 18 ماه آگوست. در ضمن در مورد کارگاه بانوان در لس آنجلس که 10 تا 12 ماه اکتبر هم هست که به زبان فارسی است، که 3 روز هستش، جمعه شب ساعت 7 شب شروع میشه، یک شنبه شب هلوش ساعت 10-11 شب به پایان میرسه. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید برای متن ما پیغام بذارین. شماره
310-460-2600. بله. یه بار دیگه هم بخواین تکرار کنین. 310-460-2600. بعد اگر مایل بودن میتونن فاتح خانم به چه ایمیلی ایمیل بزنن شما میتونین پاسخ بدین؟ ایمیل team@embracegrowth.com و یا info@embracegrowth.com. بله. میتونن ایمیل بزنن که اطلاعات برای کارگاه لازم دارن از شما بپرسن. دقیقاً. اوکی. خیلی ممنون. این اطلاعاتو فکر کنم بهتره که پشت خط اگه کسی سوالی داشت ما پاسخ میدیم. ولی فکر کردیم که بیشتر به سوالات شما عزیزان رسیدگی بکنیم. بریم سراغ سوالاتی که برای ما فرستاده شده. چند تا از اونها رو پاسخ میدیم بعد به خطا جواب میدیم. اوکی. سوال اول این هست که ما زنها بیشتر وقت راضی نیستیم از شرایط. چه کار باید بکنیم که از زندگی راضی باشیم و رضایت ما بستگی به شرایط ما نداشته باشه؟ بله. این ناراضی بودن زنان از زندگی کاملا امر طبیعیه. دلیلش هم این هستش که ما موجوداتی هستیم بسیار نکته بین با حواسی پراکنده. موجودی که حواس پراکنده داره بدین معنا هستش که هنر جمع‌آوری و یا گدرینگ در او هستش. به همین دلیل هم هستش که مرتباً دورور خودش رو نگاه میکنه و هر چیزی که out of order، هر چیزی که جای خودش نیست میبینه و مرتباً فکر میکنه که وظیفه اون نظام دادن، نظم دادن، ترتیب دادن به دنیای اطرافشه و هر چیزی که جای خودش نیست وظیفه داره بذاره جای خودش. مثلا ما اگه یه جایی میریم یه تابلوی به دیوار کجه، فکر می‌کنیم ما باید این تابلو رو صاف کنیم. اگه سطل آشغال جای خودش نیست، پس سطل آشغال بذاریم جای خودش. اگه متکای رو مبل صاف نیستن، بعد متکا رو صاف کنیم. اگه پرده کجه، بعد بکشیم مثلا یه طرفش رفته بالا، بعد بکشیمش پایین. این وجود زن برای نظام دادن، مثلا یه بچه دماغش اومده، حتی بچه ما نیست، بعد کلینکس فرداریم دماغ بچه رو پاک کنیم. این نظام دادن به دنیای اطراف ما باعث میشه که ما مرتباً در حال جمع و جو کردنیم. و خب چون این جمع و جو کردن ما هیچ موقع تمومی نداره، ما کلن در آخر روز کارمون هیچ وقت تموم نشده، بنابراین هیچ وقت راضی نیستیم چون کارمون تموم نیست. ما همیشه وقتی میخوابیم بیهوش میشیم، ما نمیخوابیم چون دیگه انرژی نداریم کاری بکنیم، از همون بر نمیاد، بنابراین میریم بیهوش میشیم. و همین دلیل هم هستش که ما زنا هیچ وقت فکر میکنیم آخش کارم تموم شده دارم میرم بخوابم. اصلا ما هیچ وقت کارمون تموم نشده. یعنی حتی از خواب بیدار میشیم فهرست کارهایی که تموم نکردیم از دیروز هنوز با خودمون داریم. پس این دلیل اینه که ما هیچ موقع راضی نیستیم. دلیل دیگه هم که هیچ موقع راضی نیستیم این هستش که ما نیاز مبرمی به این داریم که همه چیز باید پرفکت باشه، همه چیز باید کامل باشه. و چون هیچ چیزی کامل نیست و همه چیز در حال تکامله، ما همیشه احساس میکنیم خب نرسیدیم دیگه به کار خدا بودن در این دنیا، همه چیز رو تکامل ندادیم، نمیتونیم از خودمون راضی باشیم. و به همین دلیل هم هستش که زن به دلیل مسئولیت بزرگی که به دوش خودش احساس میکنه در امر تکامل زندگی، همیشه احساس میکنه کارش ناتمامه و زندگی تکمیل نشده. و به همین دلیل هم هستش که همیشه دنبال آنچه که تکمیل نشده، آنچه که هنوز نیاز به کار داره، آنچه که هنوز نیاز به پیشرفت داره میگرده و مغزش همیشه داره دنبال اون میره. مثلا اگه هیکلش کامله میگه خب حالا هیکلم کامله ولی دماغمو که درست نکردم، و حالا میره دماغشو درست میکنه میگه خب هیکلم درست شد، دماغم که کامل شد، شوهر که نکردم. خب حالا شوهر کردم، هیکلم درست شد، دماغم هم کامل شد، ولی با این موهای وزوزیم چیکار کنم؟ یعنی ما همیشه داریم دنبال اونی میگردیم که هنوز کامل نشده. بعد خیلی از زنها هستن فکر میکنن من باید تکمیل بشم تا برم مثلا فلان کارو بکنم، چون تکمیل نشدم نمیتونم برم فلان کارو بکنم.
همیشه منتظر تکامل خودمون ما هستیم. به همین دلیل هم هستش که این رضایت از خودمون برامون سخت به دست میاد. سوال بعدیمون چیه؟ سوال بعدی راجب آقایون. مردی 30 ساله هستم با هدفهای زیاد و پر از کارهای نیمه تمام و نمیتونم تصمیم بگیرم که چه کار باید بکنم. معمولا خواسته هامو نمیتونم درست بیان کنم، با هر کسی نمیتونم ارتباط بگیرم و اینکه معمولا در مذاکراتم احساس ضعف میکنم. در یک رابطه با یک خانم چطور باید بود؟ ویژگی های ارتباط دوستانه و کاری، اصول مذاکره با خانم ها و آقایان، ویژگی های مردانه یک مرد برای ارتباط بهتر با یک خانم. بله، شما من یک کتاب می نویسم لطف کنی خریداری کنی. همه این سوال ها رو من اصلا فکر کنم یکیشو فقط الان یادم باشه و اونم اینه که گفتن که کاراشون تکمیل نمی کنن. همونطور که من در کتاب کارهای ناتمام و سیدی کارهای ناتمام و انگلیسی اون هم از Unfinished Business Journey to Recovery و کتاب صحبتهای زنانه و یا Girl Talk Women's Handbook to Love, Intimacy, Marriage and Sex، همونطور که من گفتم قدرت به 4 پایه هستش. 4 پایه قدرت، یکیش عزت کلامه که بدین معنا هستش که من وقتی که یک حرفی رو میزنم یا یک قولی رو میدم یا یک تعهدی رو میکنم، همون طوری که قول دادم و یا تعهد کردم و یا کلامم رو گرو گذاشتم همون طور هم رفتار میکنم. اگر به غیر از این باشه عزت کلام من شکسته شده. وقتی عزت کلام من شکسته میشه، یکی از زیربناهای اصلی پایه های قدرت من شکسته میشه و بنابراین این عدم داشتن تسلط من و یا قدرت من در زندگی باعث ضعف من میشه در انجام دادن کارهام و یا رسیدن به اهدافم و یا اعتماد کردن به خودم برای اینکه انسانی باشم که اون چرا که میگم بتونم انجامش بدم، چون حالا دیگه نمیتونم رو خودم حساب بکنم که میتونم این کار بکنم و یکی از پایه های اصلی قدرت من از بین رفته. 3 پایه دیگر قدرت، یکیش حس تعلق، دیگری مسئولیت 100% و 4 ارتباط کلامی مسئولانه و یا سالم هستش. اگر که من پایه قدرت عزت کلامم از بین بره، به همون دلیل که احساس ضعف میکنم، چون دیگه به خودم اعتمادی ندارم، در ارتباط برقرار کردن با دیگران هم دچار ضعف میشم، برای اینکه نمیتونم به اونها مرتبط بشم و بتونم حس بکنم که من انسان پرقدرتی هستم، اعتماد به نفس دارم، میتونم برم با هر کسی هر چیزی رو بگم. حالا دیگه پای قدرتم سست شده. پس در ابراز خودم و افکارم و احساساتم و اهدافم و شخصیتم و امیدها و آرزوهام، اینا در زندگی ضعف دارم. پس وقتی هم با یک کسی روبرو میشم، حالا دیگه نمیتونم خودم رو ابراز بکنم، این شهامتم از دست میدم، اعتماد به نفس ندارم. دیگر پایه قدرتم که ضعیف میشه حس تعلقمه، چون خودم از خودم خیلی خوشم نمیاد که انسانی نیستم که خودم از خودم میخوام و توقع دارم، فکر میکنم دیگرانم ممکنه از من خوششون نیاد، پس در کنار اونها حس تعلقم از بین میره. پس 3 پایه قدرتم ضعیف میشه. حالا اگر هم احساس مسئولیت 100% میکنم، ولی چون 3 پایه دیگر قدرتم ضعیف شده، کل قدرتم رو نمیتونم احساس بکنم، بنابراین نمیتونم کارامو به انجام برسونم، تمومش بکنم. پس اگه میخوام انسان پرقدرتی باشم، اول بعد از عزت کلامم شروع بکنم، کارهایی رو که میگم انجام بدم و بعد آهسته آهسته پایه های دیگر قدرت خودم رو هم تعمیرشون بکنم. حالا در مذاکراتمون احساس ضعف میکنیم. خب معلومه من وقتی که خودم از خودم راضی نیستم، با دیگری هم نمیتونم مذاکره بکنم،
برای اینکه خودم رو نمیتونم ابراز بکنم و در کنار اون احساس میکنم که کمبود دارم یا کم آوردم یا این آدم اصلا چرا از من خوشش بیاد، من یک کسی هستم که کارامو تموم نمیکنم و خودم از خودم ناراضی ام دیگه، چه برسه که بخوام برم حالا بگم سلام عرض میکنم فاتح خانم من یه مردی ام که کارام ناقصه، به خودم اعتماد به نفس ندارم، از خودم خوشم نمیاد، ولی طور خود شما بیان از من خوشتون بیاد اصلا امکان پذیری نیست. من اول باید خودم از خودم راضی باشم. برای همینم گفتیم سمینار مردان قهرمان زنان دوست داشتنی، برای اینکه یه مرد اگه برای خودش قهرمان نباشه نمیتونه برای زنی قهرمان باشه. این شخص برای خودش قهرمان نیست، در دید خودش احترام خودش رو هنوز بهش نرسه، چه برسه که بخواد بره قهرمانی بشه برای یک زن. در رابطه با یک خانم چطور باید بود؟ ویژگی های ارتباط دوستانه و کاری. ویژگی ارتباط دوستانه اینه که من اول باید دوست خودم باشم، بعد اول انقدر خودم از خودم خوشم بیاد که خودم به خودم صد آفرین بدم، بعدم برم خودم رو به دیگری به عنوان یک دوست معرفی کنم. خب من اگه خودم برای خودم دوست خوبی نیستم، چجوری میخوام برم دوست خوبی بشم برای آدم دیگه ای؟ اگر خودم کارامو نمیتونم راه بندازم، چجوری میتونم رابطه کاری درستی با کس دیگه ای برقرار بکنم؟ اینا همش باز برمیگرده به همون جواب اول و اون عزت کلام که مهمترین پایه کاره. اصول مذاکره با خانم ها و آقایون، ما اصول مذاکره اصلا کلن نداریم، ولی اگر قرار اصولی برای مذاکره داشته باشیم، اول باید با خودمون حسابامون رو صاف کرده باشیم. اول باید انسانی باشیم که رو خودش میتونه حساب بکنه. بعد اول احترام خودمون رو تونسته باشیم به دست بیاریم. بعد بتونیم خودمون به عنوان یک کسی که میتونه رو کلام خودش حساب بکنه و قولای خودش حساب بکنه، اهداف خودش رو میتونه به دست بیاره، حساب بکنیم تا بتونیم با دیگری اگه میریم مذاکره بکنیم، اگه شرط و شروطی داریم برای رابطمون و یا دوستیمون با اون شخص میذاریم، اول بر شرط و شروط خودمون رو خودمون تونسته باشیم برآورده کنیم. مثلا من اگه به خودم میگم من همیشه باید سر وقت برسم، بعد هیچ وقت سر وقت نمیرسم، بعد چجوری میخوام برم به طرف بگم ببین میشه خواهش کنم تو همیشه اگه به من یه قولی میدی نگهداری یا سر وقت بیای؟ خب نه، من خودم رو خودم نمیتونم حساب کنم، بعد میخوام برم وارد مذاکره بشم با یک کس دیگه، این امکان پذیر نیست. ویژگی های مردانه یک مرد برای ارتباط بهتر با یک خانم. یکی از مهمترین ویژگی های یک مرد اینه که خودش برای خودش مرد با شرف، قابل احترام، این که بتونه رو خودش حساب بکنه، به خودش از خودش راضی باشه، به خودش افتخار بکنه، رو خودش بتونه حساب باز کنه، بدون من یه کسی هستم که به خودم اگه یه حرفی میزنم میتونم رو خودم حساب کنم. اول ویژگی های مردانش اینه که خودش باید قهرمان خودش باشه تا بتونه ارتباط بهتری با یه خانم داشته باشه. ما از اونجایی میتونه یه مرد ارتباطی با یه خانم برقرار بکنه که اول خودش بتونه روی خودش حساب بکنه. به هر حال ممنونیم ازتون برای این سوالی که کردین، سوال بسیار عالی بود و اول باید مردان ما بتونن رو خودش حساب کنن. آقای ارمین، ما میتونیم یکی از تلفنامون رو پاسخ بدیم؟ خب چقدر عالی، بریم سراغ خط اولمون. بله، برنامه دنیا عشق آفرین، بفرمایین عزیزم. الو، درود بر شما. درود بر شما عزیز، بفرمایید. خسته نباشید خانم سایان، خیلی خوشحالم از اینکه دارم مستقیما با شما صحبت میکنم. در واقع میشه گفت یکی از آرزوهای زندگیم بود که بتونم با شما صحبت کنم. ممنون. از کجا تماس میگیری؟ من از لس آنجلس زنگ میزنم، از ایران. همیشه بینندتون بودم، سالهای سال تلویزیون پارس شما رو همیشه دنبال کردم، توی یوتیوب همیشه برنامهاتون رو میبینم، ولی خب از تو ایران راستشو بخواین جرئت نمیکردم زنگ بزنم. بله، ولی حالا الان 5 ماه اومدم لس آنجلس، دیگه دیدم تو فیسبوکم چون شما رو دارم، گذاشته بودین امروز برنامه دارین، گفتم حتما باید من با شما مستقیم صحبت کنم که حداقل به این آرزوم برسم. اومدم این همه را. اگرم لس آنجلس هستین حتما 18 همه
آگست برای سمینار تشریف بیارین. دلمون میخواد که شما رو در کنار خودمون داشته باشیم. ممنونم. من که خیلی دلم میخواد از نزدیک شما رو ببینم. چقدر عالی. من تا یه ورودجک کوچولوی 4 ساله دارم که اصلا آخه جاش بند نمیشه. نه کنترلش نمیشه که. خانم دکتر قربونت برم من عزیز دلم، راستش رو بخواین من فکر میکنم اگه پکیج زندگی منو یه کوچولوشو براتون بگم بیشتر بیننده‌هاتون تو جوابایی که به من میدین به جوابای سوالاشون میرسن. یکم هول شدم صدام میلرزه، ببخشید، عذرخواهی میکنم. واقعیت اینه که من همونجور که گفتم یه پسر 4 ساله دارم. پسر من 1 سال و 4 ماهش بود پدرش ما رو رها کرد و رفت و من با اینکه خیلی خوب دوران بارداری خیلی سختی داشتم، اینا رو همه رو پشت سر گذاشته بودم، یعنی تازه داشتم جون میگرفتم، بچه‌ام هم خیلی اذیت میکرد از اول که به دنیا اومد، همش جیغ میزد گریه میکرد. حالا کاری ندارم، ایشون رها کرد ما رو، رفت گفتش که من میخوام زندگی کنم، من میخوام جوونی کنم، در حالی که ما با هم 2 سال دوست بودیم، 2 سال عقد کرده بودیم و من در واقع با ایشون 12 سال زندگی کردم، یعنی با دوستیمون و اینا 12 سال میشه. و ولی به محض اینکه بچه من به دنیا اومد شد 1 سال و 4 ماه، ایشون گفت من میخوام برم زندگی کنم، جوونی کنم. خواهم بگم یعنی اگر من اشکال داشتم، ایراد داشتم، ایشون میتونست توی تمام سالهایی که قبل از اینکه ما بچه دار بشیم این کار رو انجام بده. من بعد عرض کنم خدمتتون خیلی جنگیدم که زندگیمو برگردونم، خیلی تلاش کردم ایشونو برگردونم، ولی خب خانوما زنگ زدن گفتن آره ما همسرش هستیم، ما دوست دخترش هستیم، از زندگیش برو بیرون، تو چقدر پر روی. خودش به من گفت هیچ علائمی وجود نداشت قبلش، یعنی یه هو این اتفاق افتاد. ببینید علائم که خانواده ایشون با ازدواج ما مخالف بودن، ما دوست پسر دوست دختر بودیم، ما بدون اجازه اونا رفتیم ازدواج کردیم تو ایران و میدونین که یه همچین چیزی توی خانواده‌های سنتی ایرانی یعنی پدرش گفت ازدواج شما رو مرگ. من جوابا رو کوتاه بکنیم، ولی برای علائمش وجود داشت، علائمش ولی... خانواده‌اش مخالف بودن. هیچ علائم دیگه نبود توی این 12 سال؟ مثلا همیشه ایشون وفادار بودن، هیچ دعوایی با هم نداشتید؟ نه دعوا هیچ... که خب ببینید در و بحث پیش زن و شوهر همیشه هستش، ولی دعوای جدی که مثلا به این صورت وجود داشته باشه نه. من هیچ علائمی نبود، ایشون همیشه هر جا بودن میگفتن من اونجا هم. نه وفادار بودن، همیشه میگفتم حتی اگه ایشونو بین یک عالمه خانم لخت من رها کنم بهش اعتماد دارم. تو همین آخرم همین فکر رو میکردی؟ آره اصلا میگفتم. پس شما تو خواب بودین؟ ولو نمیدونم، شاید من خیلی. نه دیگه شما دارین میگی نه خوشبین بودم، اصلا عزیزم ول کنی، علائم بوده، اصلا ایشون واجد شرایط ازدواج نبودن، شما دو دستی چسبیده بودین، حاضر بودین به هر قیمتی زن این بابا بشین. ولی 12 سال که طول نمی کشه که یه کسی عروسی کنه، حواستون باشه. 12 سال طول نکشید، ما با هم 2 سال دوست بودیم، 2 سال عقد بودیم، بعد 4 سال عروسی گرفتیم. خب همون دیگه، یعنی 6 سال. نه 4 سال، بعد 4 سال ما رفتیم زیر یه سقف زندگی کردیم. یعنی 2 سال با هم بودین؟ 2 سال بعد... بله. آها متوجه شدم. آره یعنی من ولی ایشون بعد از 10 سال، در واقع بعد 4 سال اگر فکر کنی 8 سال، 8 سال زندگی مشترک. درسته. بعد و همه سال... این سالها ایشون هر وقت هر جا میگفتن بودن. بله. شما مطمئن بودی؟ ببینی تلفنشون همیشه بود، یعنی اصلا از نظر ظاهری و رفتاری و کاری تو همین آخر که خانوما به شما خبر دادن؟ نه ببینی دقیقاً 2 ماه قبل از اینکه ایشون منو ترک بکنه، ایشون دیگه به خودش بیشتر اندازه میرسید، عطر میزد، ریششو هر روز صبح میزد، در حالی که قبلا اینجوری نبود. تغییر تحول رو من درش میدیدم که این چرا یه دفعه اینجوری شده. ولی منتهای مراتب دیگه بچه من 1 سال و 4 ماهش بود که این اتفاق افتاد. حالا این اتفاق افتاده، تموم شده، رفته. من گشتم و چیز از میخوام، من جنگیدم که زندگیمو نگه دارم، ولی خب تو ایران حق با آقایون، هر موقع بخوان طلاق میدم، با اینکه من مهریه ام نداشتم. بعد شما الان تنها آمریکا زندگی میکنی؟ الان همون، من مشکل من الان همین نقطه‌ایه که میخوام بهتون بگم. من با بچه‌م با ویزای توریستی پاشدم اومدم امریکا، چون حضانت بچه رو دادگاه به من داده. حالا فقط اومدم اینجا گفتم که بتونم زندگیمو تغییر بدم، با اینکه وضعیت زندگیم تو ایران خوب بود، خونه داشتم، ماشین داشتم، خونم اینا رو دست نزدم، ماشینم فقط فروختم، اومدم با بچه‌م، حالا اومدم اینجا، وکیلم هم گرفتم.
اما خانم دکتر دچار تردید شدم که خدایا اصلا من واقعا قدرت جنگیدن با دنیای اینجا رو دارم؟ میتونم من که این همه سختی کشیدم با یه بچه 4 ساله که هر کی میبینه میگه این هایپره، بچه‌ت بیش اکتیوه، حتما باید نمیدونم کوزشو بالا ببر، یعنی هیچ جا من نمیتونم با این بچه برم. بله، اولا اینکه بچه بیش اکتیو، حالا چون نظر منو دارین پرسین، من به هیچ چیزی مثل این عقیده ندارم. بچه بیش اکتیو یعنی مادر بسیار مضطرب و نگران و پریشان و یا یک محیط بسیار پر از اختشاش. ما بچه بیش اکتیو نداریم، مادر پدر ناوارد زیاد داریم. خب بله. فرزندان ایراد ندارن، والدینشون ایراد دارن. خب واقعیت اینه که شما دست تنها دارین بله. یه بچه رو بزرگ میکنی و هر انسان عاقل و بالغی اگر روزی 8 ساعت 10 ساعت با یک بچه تنها باشه، خب مقدار زیادی به اعصابش فشار میاد. اگه هیچ انسان بالغ دیگه اون دور و بر نباشه که آبی به دستتون برسه، کمکی بهتون بکنه، یه نجاتتون بده، یه چند ساعتی بهتون استراحت بده، بتونی یه نفسی بکشین. من توصیه‌ام بهتونه که ببینین، از اصطلاحی هست تو آمریکا میگن یک قبیله لازمه یک بچه رو بزرگ کنن. شما قبیلتون تو ایران بودن، الان اومدین اینجا بدون کمک اون قبیله دارین بچه رو بزرگ میکنین. آخان دکتر اینم مد نظر داشته باشیم، اصلاحی میکنم جملتون. من یه دقیقه بعد نگرتون دارم، چون ما ببریم پیام های بازرگانیمون، من رو هولد میذارم، بهتون برمیگردیم. گوش حضورتون باشه عزیزان، ما برمیگردیم. خب عزیزان، ما برگشتیم به برنامه عشق آفرین امشب با عزیزی که پای خط بودن، صحبتمون رو ادامه میدیم. خب داشتیم میفرمودین که من ایران هم کسی رو ندارم. دارم ولی از علل ظاهر دارم، یعنی فیزیکی دارم ولی کاری نمیتونن برام انجام بدن چون خودشون درگیر هستن و هر کدوم تو زندگی خودشون. و یکی از دلایلی هم که اومدم گفتم خب من اینجا هم غریبم، چه فرق میکنه؟ حالا خانواده همسر سابقتون هم هیچ علاقه ای ندارن که نوشونو ببینن یا اصلا ما در واقع ببخشید دور از جون بچه‌ام برای اونا مردیم، یه همچین حالت داریم، اصلا وجود خارجی نداریم. پدرشم چون از اینم من وسط حرفت یه دقیقه میپرم. ببینین، علی‌رغم که شما کسی رو در ایران ندارین، محیط وجود مادر بزرگ، پدر بزرگ، حالا حتی خواهرتون علی‌رغم مریضیشون، باز این آدما یه محبتی به این بچه میکنن. بله. یه دقیقه شما خواهرتون نگهداری، مادرتون میتونه بچه‌تون رو بغل کنه، ناز کنه، نوازش کنه، نمیدونم پدرتون یه دستی به سر اون بچه بکشه، بهش یه محبتی بکنه. میگین من هیچ کس رو ندارم، ولی این واقعیت نداره. بالاخره آدم همون یه دقیقه هم که میره خونه مادرش پدرش سری میزنه، یه 4 نفر دیگه تو خونه صداشون میاد، بوشون میاد، این بچه باز اونجا یه کس داره. شما اینجا خودتون قوقولی قوقو با این بچه تنهایی، متوجه هستین؟ حالا اگه از من میپرسین، بله اینجا خب طول میکشه عادت بکنین، به شرایط عادت بکنین، به محیط عادت بکنین، دوست پیدا کنین، کار پیدا کنین، مدرسه برای بچه‌تون پیدا کنین، ولی باز اون بچه اینجا غریبه. بله. میدونین؟ و خب تعجبی نیست که الان توی محیطی که زبان رو صحبت نمیکنه، آدما غریبن، هیچ کس نیست که حرف این بچه رو بفهمه، خب این بچه احساس میکنه که من اومدم یه جایی که چرا هیچکی نمیفهمه حرفای منو، عصبی میشه. آره، برای که پسر بچه هم هست، نمیتونه خودشو ابراز کنه، عصبی میشه، میخواد چیز بشکنه، میفهمی؟ بچه ها رو هول میده. دقیقا. خب ولی اونجا اگه ممکن بود مثلا بردینش پارک، ممکن با بچه ها بازی میکرد. خب چون میتونن اونجا خودشون رو ابراز کنن. حالا خانم دکتر، خشم از موقعی که پدرش ما رو ترک کرد، این بچه خیلی میفهمه، بیشتر از سنش میفهمه، حالت حسادت به بچهای دیگر داره، یعنی مثلا باباهاشون رو میخواد ازشون جدا کنه، بکشه. وقتی میبینه یه پدری بچه‌شو بغل کرده، میره به اون بچه مشت میکوبه. درست. هی میگم نکن این کارو، نکن، اینجا دعوا میکنن، ناراحت میشن، ولی خب نمیفهمه، متوجه نیست که کار بدیه. ولی شما به جای اینکه اونو بگین که نکن، میتونین کمکش کنین که خودشو ابراز کنه.
این بچه بابا داره تو اذیت شدی، دلت واسه بابای خود تنگ شده، از خود میپرسی چرا من بابا ندارم، کمکش بکنی که به جای این که بره بچه رو مشت بزنه. هنوز به اون درک نرسید؟ چرا به اون درک رسید؟ اگه داره میرونو میزنه فقط کلمه نداره. شما اگه کلمه رو دستش بدین به جای این که بچه رو بزنه حرف میزنه. خب نکن نفهمیدن حس اون بچه است. متوجه هستی؟ من چون نمیتونم کل مشکلاتتون رو پای تلفن الان حل بکنم، میخوام فقط بهتون بگم توصیه من اگر مهمه، اینجا راهتون سخته، کارتون سخته، بچهتون ممکنه عصبیتون بکنه، ممکنه با اون بچه حتی بد رفتار کنین، این بچه میشه درد سر بزرگتری توی این محیط. حس من اینه که علی رغم این که محیط ایران ممکنه سخت فکر کنین سخت تره، باز اونجا کس دارین، اینجا من فکر کنم شما زیادی بی کسین. اینجا یکی از خانواده های خیلی خوب و دوستای خیلی دورمون هستن، ولی نمیشه بگی که مثلا روشون حساب بکنه. نه بازم حالا به هر حال نمیشه. بله حالا اگه میخوان اینجا بمونیم بمونیم، من که نه چون از من پرسیدین توصیه من بتونینه که اونجا باز محیط خودتونه. بله. بچه زبان رو میفهمه. بله. میتونه خودشو ابراز بکنه. این توصیه منه. باز امکان این که بتونه پدرشو ببینه، حالا هر از گاهی صد سال یه باری، بازم این امکان وجود داره. بله. به هر حال پدر خودشه. این توصیه منه بهتون. میدونم محیط سخت تری هست در ایران، ولی چون پرسیدیم و من باید راستشو از نظر خودم بگم، باور من اینه که اون محیط باز برای این بچه بهتره. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و انشالله تا اینجا هستین ما شما رو ببینیم. خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. سپاسگزارم. وقتتون رو گرفتم. اختیار دارم. میبوسم. شبتون بخیر. سر شما هم بخیر. مرسی. خدا نگهدار عزیزم. خدا. بفرمایید روی خط هستی. درود بر شما. کامرتر با من هستی؟ بله بفرمایید. حالا شما خوبه؟ مرسی ممنون. از کجا تماس میگیری؟ من اسپانی نیستم اما اسپانی هستم. ای جانم مرسی بفرمایید. فقط حالا میخوام ببینم، چون من اکثرا برنامه شما رو گوش میدم، همیشه سوال دارم من و بنابراین زنگ بهتون میزنم. بله. میخوام ببینم مزاحمتون میشم یا نمیشم. حالا مزاحمت در این برنامه معنی نمیده، اگه سوالی داری خوشحال میشیم جوابتون رو بدیم. حالا سوال من اینه که در بعد صحبتتون فرمودین که خانوما کارشون تموم شدنی نیست. بله. حالا اگه سوال من از شما اینه، شما که این همه چیز رو میدونین در مورد خانوما، حالا شما تمام میشه یا نمیشه؟ والا منم کارم منم مثل همه زنای دیگه کارم تمام نمیشه. یعنی میخوام بگم که اگه مثلا من که خانوم، این یه ایراد نیست عزیزم، این یه خصوصیته. خب حالا میخوام ببینم که خانوم منم مثل همین شما هست، بخیر یه خانومیه کارش تمام نمیشه، پس اگر یه روز بیاد خدمت شما یا بیاد مثلا جلسات شما و این درس ها رو ببینه که خانوم ها اینجوری هست، بنابراین دوباره تاثیر نمی کنه، چون خودتون هم می دونین که الان این تمام نه فرق می کنه. اجازه بدین ببینین، اون خانوم سوالشون این بود که من ناراضیم. ناراضی بودن زمانیست که ما به خصوصیات خودمون وارد نیستیم. شما از من پرسین کار من تمامه یا نه، کار من تمام نیست، ولی ناراضی نیستم از زندگیم، به خاطر اینکه این خصوصیت رو چون میشناسم با خودم خوشحالم که تا اونجایی که برام امکان داشته کارم و قولایی رو که اون روز دادم رو تکمیل کردم. اون کسانی که تعلیم ندیدن ناراضین، شب که میرن غر میزنن یا دور خودشون میچرخن، کاراشون رو نمیتونن انجام بدن، با خودشون ناراضین. ولی زنی که تعلیم میبینه و یاد میگیره که چطور قولهای اون روز خودش رو تکمیل بکنه، خیلی از خودش راضیه و شب که میخواد بره سرشو بذاره زمین زن راضیه. ولی کار ما زنها هیچ وقت پایان نداره، ولی رضایت ما متفاوته. ولی خیلی ازتون ممنونم که تماس گرفتین، مرسی. انشالله سعادت داشته باشم خانم نازنینتون و خودتون رو هم از جلو ملاقات بکنم. بریم سراغ تلفن بعدی. الو بفرمایید روی خط هستید. الو سلام شبتون بخیر، خسته نباشید. سلام بفرمایید. اول از همه چی من میخوام از خانم دکتر تشکر کنم، واقعا برای برنامه‌های
آموزندهشون هم رادیو هم تلویزیون بزرگترین خدمت به جامعه ایرانی میکنن. سپاسگزارم. و آگاهی رو که واقعا برای ما جامعه ایرانی شما و امثال شما خانم دکتر میارین اصلا بی نظیره و من خودم احساس میکنم و مطمئنم که شما با جود دل با وجودتون در این کار میکنین، اون خودش از هر مادیات بالاتره. صد درصد همینطوره. مرسی که متوجه شدی، خیلی ممنونم. خواهش میکنم و من مطمئنم امثال شما با این کمکی که با فرهنگ ایرانی میکنن دو سه نسل دیگه انشالله تمام عوض میشه و اون چیزی که واقعا ما سعادتشو داریم از بازه ایرانی بودن واقعا اون فرهنگ معیوبمون که همیشه شما میگین و همکارای شما میگن انشالله عوض میشه تو دو سه نسل دیگه. من البته ما هم روی شونه های پیشکسوتانی مثل دکتر فرنودی و دکتر هولاکویی و عزیزان دیگه مثل دکتر محمودی و کسانی که زودتر از ما آمدن اینجا و این کار رو در جامعه ایرانی جا انداختن مدیون هستیم و جامعه همون مدیونشون هستن. یادمون باشه که بزرگانی رو داریم که با جون و دل قبل از ما، من هر وقت میخواستم که بیام رادیو KIRN زمانی که دکتر از اینجا رفتن گفتم هیچ کس نمیاد هفته 5 ساعت روزی 2 ساعت وقت بذاره اینطور جون و دل 13 سال برای جامعه ما کار بکنه. واقعا ما مدیون خیلی از عزیزانی هستیم که از 20-25 سال 30 سال پیش دارن زحمت میکشن. من ممنونم ازتون که گفتین و من مطمئنم که جامعه ما به خاطر اینکه میخوایم رشد کنیم و میخوایم پیشرفت کنیم. من دیشب توی سمینار گفتم ما واقعا جامعه استثنایی هستیم برای عشقی که به رشد کردن و یاد گرفتن داریم، جامعه استثنایی هستیم و من افتخار میکنم که ایرانی هستم و برای جامعه خودم دارم خدمت میکنم. و 100% من کاملا با حرفتون همعقیده هستم. اون استادان اونایی که قبل شما اومدن واقعا این راه رو به قول معروف گذاشتن، اون نفرهای اول بودن که بعدها که شما هستین و ماها هستین بعد از شما ها میان و کسای دیگه، یعنی اون چیز تکامل هست. همه حرفی که شما میزنی اصلا تکامل یعنی اینه که نسل به نسل و نسل باید بهتر بشه و 100% همینطور و بشریت در حال تکامل هست و جامعه ما در حال تکامل هست و لیاقتش هم داریم، برای که متاسفانه این 30 خورده سال که دولت عوض شد ایران واقعا ما ایرانی ها خودمونو گم کردیم و بزرگ واقعا بدترین چیز برای بشر این که خودش گم بکنه. وقتی نمیخوام داستان زیاد بکنم تو سوالم برسم، ولی یه سرخوستا یه حرف خیلی قشنگ میزنم، میگن وای به حالی که بشر خودش گم بکنه، وقتی خودش گم بکنه جهنمی برای خودش درست میکنه، برای که یادت میره کی هستی و اون کسی که باشی و اون وجود اون روح بشر هست که باعث بهشت و آفرینش میشه. برات خیلی ممنون دوباره خانم دکتر. سوال من این است که ما حرف فرزند شد، اون خانمی که زنگ زد، ما بچه هایی که اینجا به دنیا میاد و ما پدر مادر اگر دوست داشته باشیم فارسی یادشون نره، شما چی توصیه میکنید؟ تو خونه بهشون فارسی صحبت کرد، انگلیسی همزمان صحبت کرد؟ برای که من یک از دوستام هست که همین کاری کرده بود، با فرزندش فارسی صحبت کرد و بعد میگه وقتی رفته بود مهد کودک حتی میگفت آب میخوام نمیدونست با انگلیسی. من توصیه‌ام این هستش که اگه فرزندتون دختره، دخترها توانایی یادگیری 4 زبان رو دارن، برای اینکه به خاطر حواس پراکنده و توانایی یادگیری زبان، کامیونیکیشن، قسمت کامیونیکیشن مغز در دختر بچه ها سریع‌تر و فعال‌تره و زود یادگیرتره. به همین دلیل هستش که دختر بچه ها تا 4 زبان رو در آن واحد میتونن یاد بگیرن. پسر بچه ها اگر یکی از والدین زبان دیگه ای رو صحبت بکنه، مثلا یکی از والدین انگلیسی یاد بچه ها بده و باشون انگلیسی صحبت کنه و یکی از والدین فارسی، بچه ها یاد میگیرن به اون
کسی که باشون فارسی حرف میزنه فارسی حرف میزنن و با اون کسی که انگلیسی باشون حرف میزنه انگلیسی جواب میدن، ولی این خط رو نمیتونن بشکنن تا بچه بره مدرسه. متوجه هستیم؟ پسر بچه ها خیلی سخت دوتا زبان رو یاد میگیرن، معمولا یکی رو میتونن یاد بگیرن، ولی اگر یکی از والدین بسیار مصمم باشه و هیچ وقت این خط رو جلوی بچه ها نشکنه، یعنی اون بچه فقط با اون والد فارسی حرف بزنه یا انگلیسی، میتونه هر دوتا زبان رو یاد بگیره. یه مقدار مشکل دارن هنوز ولی راه میفتن، یعنی از 4 سالگی به بعد پسر بچه هم جا میفته براشون دوتا زبان. خب ولی بعد از بد و تولد این دوتا زبان در منزل باشه. حالا اگه والدین نمیتونن، باید مثلا دیدین بیشتر خانواده یه کارگری دارن که مثلا اسپانیش حرف میزنه، بچه دوتا زبان رو یاد میگیره، فارسی رو یاد میگیره، اسپانیش هم یاد میگیره، میفهمین؟ یا مادر بزرگ تو خونه هست، بچه فارسی رو با مادر بزرگ حرف میزنه، با والدین انگلیسی، این جا میفته توی خانواده، بنابراین قابل اجرا هستش. ممنونم ازتون که سوال کردین، امیدوارم سوالتون جوابش جانه. یکی دیگه داشتم فقط کوتاه. اگر هر دو والدین فارسی زبان باشن، مثلا من و همسرم، باید به همدیگه این شرط رو بکنیم که تو مثلا فقط انگلیسی بهش صحبت کن، من فارسی یا همچی؟ یک کدومتون باید با اون بچه انگلیسی صحبت کنیم، بشینیم باش کارتون انگلیسی نگاه کنیم، گوش بدی کتابای انگلیسی، لغات انگلیسی، وکابولری انگلیسی، و بعد یواش یواش با اون بچه انگلیسی صحبت بکنی که یاد بگیره انگلیسی رو حرف بزنه. بله، خیلی ممنون از کمکتون، شبتون بخیر، خواهش میکنم. بفرمایید، با ما هستین روی خط، بفرمایید. برنامه عشق آفرین جانم. درود بر شما. از کجا تماس میگیری؟ الو جانم، بفرمایید. سلام خانم دکتر. درود بر شما، خسته نباشید. مرسی. از کجا تلفن میکنی؟ من از ایران زنگ میزنم، از رشت زنگ میزنم. بفرمایید. حتی براتون یه مسیجم چند روز پیش داده بودم که اگه ممکنه شما میشناسید کسی رو که بتونه مشاوره بده به ما توی رشت، و مثلا هنوز ایمیلمو چک نکردم. رشت والا من تهرانش هم کسی رو نمیشناسم دیگه، رشت که هیچ. واسه همین متاسفم، من 35 سال پیش از ایران اومدم، واقعا نمیدونم که بهتون بگم کی در رشت. مطمئنم شما بهتر میتونین از من کسی رو پیدا بکنین، مطلقا نمیشناسم کسی رو. اینم بعد متاسفم که بگم، هنوز اونقدر من ایمانی به روانشناسی در ایران ندارم که کسی رو بخوام، یعنی اعتماد بکنم که کسی رو بفرستم پیش متخصصی در ایران. در این لحظه کسی رو نمیتونم توصیه بکنم. اینه که منو میبخشیم، ولی بفرمایید. من سوالتون رو خوشحال میشم پاسخ بدم. خانم دکتر عزیز، من خانواده خیلی متشنجی داشتم در زمان بچگی و من فرزند آخر بودم، دو تا برادر بزرگتر داشتم. برادرام، یعنی به دلیل اختلاف شدید پدر مادرم، برادرام هیچ وقت با هم کنار نمی اومدن. من همیشه محلل اینا بودم، هی بین اینا سعی میکردم صلح و صفا برقرار کنم، در صورتی که همشون 8 سال، از یه برادرم 8 سال، از یه برادرم 5 سال کوچیک‌تر بودم. توی زندگی گذشته همش سعی کردم خودم رو ریلکس نگه دارم، ولی من مطمئنم با صحبتایی که شما کردید و من برنامه های شما رو تقریبا 10 سال نگاه میکنم، ولی فعلا به خودم که مراجعه میکنم احساس میکنم واقعا اون گذشته ها همه خشم شده تو دلم مونده. دقیقا. ازدواج که کردم خدا رو شکر همسرم آدم بسیار خوب، بسیار آرام، در خانواده بسیار آرامی رشد کرده. دقیقا این حال شما رو آخه بدتر میکنه، شما حالا فریاداتون بلندتر. ولی منو خیلی آرام میکنه، خیلی کمک میکنه که آرام باشم. حالا ولی الان مسئله‌ای که هستش، مسئله اینه که من بچه دارم، بچه هم تقریبا 8-9 سالشه و میخوام که این خشم، چون نمیدونم، حس میکنم. دقیقا یه بار برنامه شما رو گوش داده بودم، فرموده بودید که آدم با بچه خودش بزرگ میشه. دقیقا فکر میکنم اون گذر زمانهایی که من در اون سن داشتم، اون خشم ها، اون ناراحتی ها، اون گریه ها،
اون شیون ها الان با سن پسر من همزمان انگار داره تو من هی چیز میشه. من خیلی سعی میکنم باهاش آروم باشم ولی اصلا به آرامش نمیرسم. اصلا نمیدونم یعنی قطعا میدونم که اشکال از اون ور قضیه است ولی سعی میکنم گاهی اوقات میگم مثلا دیسیپلین یه بچه نه اینا کارتون رو درست نمیکنه. بذارین بهتون میگم من مشاورم بهتون توصیه نمیکنم چون مشاورم کار شما رو درست نمیکنه. اگه توصیه بخوام بهتون بکنم که واقعا کارتون درست بکنه، شما احتیاج دارین یکی از کارگاه های ما رو به خصوص این بعدی که در دبی هست که فوریه هستش، ماه فوریه ما در دبی هستیم بیاین. دلیلش هم اینه که شما احتیاج دارین که تخلیه بشین، احتیاج دارین بازسازی بشین. علارغمی که ممکنه عاشقانه خانوادتون رو دوست دارین، عصبانیتتون که از کودکی سوخته ای رو که پشت سر گذاشتین بعد براتون کنار بره، با برادراتون خشمگینین اون بعد کنار بره. یعنی شما یک آدمی مثل یک کشتی کوچولویی در امواج بزرگ اقیانوس هی به این طرف اون طرف پرتاب شدین، الان دردش معلوم شده چون اقیانوس آروم شده ولی شما هنوز در پرتابی. ولی هنوز هم اقیانوس آرام نیست متاسفانه. نه خانوادتون هم، ولی خانواده خودتون آرومه. بعد شما هنوز نمیتونین این آرامش رو درون خودتون پیدا کنی و وقتی که محیط خانواده خودتون آرومه، این مقایسه این محیطی که الان دارین توی زندگی میکنی با اون محیط انقدر زیاده که حالتون هی بدتر میشه. میدونی و بعدم فرزندتون داره در محیط ایدئالی که شما آرزو داشتین میتونستین توش بزرگ شین بزرگ میشه، بیشتر زخمهای شما بیشتر معلوم میشن. درسته. و فکر میکنم خیلی اون اذیت میشه چون یکم چه شرز کنم، من خیلی پرخوشگرم. حتما همینطوره. متاسفانه انگار اونم داره پرخوشگر میشه، یعنی من خیلی ناراحتم از این موضوع. نه دیگه، کار ناتمام خانواده تا موقعی که تمام نشده باشه به نسل بعد منتقل میشه. بنابراین شما وقتی نمیتونین اون قضیه رو تموم کنین، اون بچه هم حالا عصبی میشه. مگه اینکه شما هر چه زودتر فعالیت بکنین این قضیه رو برای خودتون تکمیل کنین. بعد خانم دکتر یه سوال دیگه هم که داشتم. من پدرم اومدن یه آپارتمانی درست کردن، ما همه اومدیم توی اون آپارتمان. تا زمانی که احساس میکنم، تا زمانی که دور از اینا بودم خیلی حس بهتری داشتم، یعنی دیگه تنشاشون رو نمیدم چون تنشاشون هنوز ادامه داره. من جوابتون رو میدم، اونجا جاتون نیست. همینطوره. ولی یه چیز دیگه هم بگم، شما مثل اونه که یه آدم سالم رو وردارین ببرینش توی یه بیمارستانی که همه مریضن و پر از جرمه و هیچ آنتیبیوتیکی هم بهش ندادین و کاملا نسبت به جرمایی که توی اون محیط هستن حساسه، خب 100% محیط سالم خودتون رو مخلوط کردین الان. خب همینطور. بعد من به پدرم گفتم چون خیلی دوست داشت که مخصوصا تکیهش به من خیلی زیاده، شما میتونین برین اونا رو ویزیت کنین ولی اونجا نمیتونین زندگی کنین. همینطور بهش گفتم، انقدر ناراحت شد که زار زار گریه. اب نداره، شما ناراحتی ایشونو به دل بخری. بخرم من. بعد من خودم هم حس کردم از زمانی که اومدم توی این مجموعه وضعم بدتر شده. دقیقا. تا زمانی که دور بودم الان متاسفانه ما شما بیای سر بزنی. بله من. دقیقا همینطوره. اوایل زندگیم، یعنی 8 سال اول زندگیم جدا بودم، خیلی خوب بود، خیلی آرامش داشتم. من چون جوابتون رو دادم خطای دیگه‌مونم پر، سپاسگزارم. به امید دیدار. خواهش میکنم. واقعا امیدوارم که شما رو حتما ببینم. خیلی سعی میکنم انشاءالله حتما تو دبی ببینم. ممنون ازتون. مرسی. به امید دیدار. خیلی ممنون. خدا نگهدار. برنامه عشق آفرین با ما هستین، بفرمایید. الو. درود بر شما. از کجا تماس میگیرین؟ سلام. من الو با من هستین؟ بله بله بفرمایید. خانم دکتر من از کانادا زنگ میزنم. کدوم کانادا، شرق یا غرب؟ ونکوور. مرسی، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خوشحالم که موفق شدم صداتون رو بشنوم. ضمن تشکر از زحمت هایی که برای جامعه ما میکشین و کمکی به خانوما مخصوصا میکنید. خواهش میکنم. من چون زمان کمی فکر میکنم شما دارین، 10 دقیقه بیشتر ندارین، مجبورم خیلی سریع بگم که بیشتر پاسخ شما به دردم میخوره، حرفای من زیاد موثر نیستش. من حدود 40 سال ازدواج کردم، خودم هم 61 سالمه، شوهرم هم 67 سالشه.
حدود 20 سالی رو گذروندیم با مشکل و خیلی چیزای دیگه، 25 سالی بعد از 25 سال البته علاقه رو به هم دیگه داشتیم، مثلا من خیلی عاشقشون بودم، 3 تا بچه داشتیم. بعد از 25 سال یه مورد خیانت پیش اومدش که خیلی پیشرفته شده شو، یعنی علتش هم بیشتر به خاطر اعتیاد بودش. من از رابطه نرفتم بیرون، با میخواستم جدا بشم، ولی به خاطر خانواده ایشون که کمک کنه اینا موندم تو رابطه و خوشبختانه کمکشون کردم، ایشون از همون رابطه اون خانوم اومدم بیرون، همین که با زحمت های زیاد اون اعتیاد رو ترک کردم. به هر صورت ولی یه مقدار تو دل من از مشکلات و مسائل مونده بود، نمیتونستم ببخشم. با توجه به اینکه هیچ وقت خودش پشیمون نشد از این مسئله، هیچ وقت نخواست جبران کنه این موردو، نه دیگه احتیاجی ندارن، برای اینکه شما شدین فلورنس نایتینگل، ایشون رو نجات دادین به جای اینکه خودتون رو نجات بدین. خب بله، خب شما با چنگ و دندون ایشون رو چسبیدین. حالا سوال الانتون چیه؟ بعد از این بخشش چند سال بعد، نه بخشش وجود نداشته، شما گذشت کردین. خب یعنی از احساسات خودتون و حق خودتون گذشتین برای رابطه، این بخشش نیست. خب باز دوباره این قضیه تکرار شده، این قضیه تکرار شده و بازم میشه. بسیار من چون از سنم گذشته بود که زندگی دیگه ای شروع کنم. دیگه هر دفعه شما یه بهانه ای دارین که از خودتون بگذرین. سوال الانتون وقتی چیه؟ الان عصبانی؟ عصبانی نیستم، نه. من جدا چقدر حیف. کی میخواین عصبانی بشین؟ یا ارزش ندارین که عصبانی بشین برای خودتون؟ نه خب آخه مسئله رو با خودم حل کردم. نه اصلا هم حل نکردی. شما الان کل بدنتون پر از مریضیه، کجا رو حل کردین؟ همه رو ریختین تو خودتون. خب بله، مرسی. خب چی حل کردی؟ بعد شما بزنید یه چیزی بهتون بگم، چون وقتمون کمه. ببینید زنی که برای خودش ارزش قائل نیست، بله، نمیتونه توقع داشته باشه یه مرد نه قدرشو بدونه نه براش ارزش قائل بشه. شما برای خودتون ارزش قائل نشدین، هی خواستین زندگی رو نجات بدین، آبرو رو نجات بدین، شوهرتون رو نجات بدین، خانواده مثلا اذیت نشن، بچه‌ها اذیت نشن، همه تنها کسی که این وسط فدا بوده شمایی. بعد شما میخواین برای شما کسی ارزش قائل بشه، هیچ کس ارزش قائل نمیشه. چرا؟ چون خودتونم ارزش قائل نشدی. بعد الانم اگه من قرار باشه به شما کمک بکنم، اولین کسی که من میخوام نجات بدم شمایی، چون شما با ارزش ترین فرد این خانواده ای، ولی خودتون قدر خودتون رو ندونستین و نمیتونین توقع داشته باشین کسای دیگه بهتون ارزش بذارن تا زمانی که شما اول خودتون رو به خودتون ارزش بذارین. حیفه. اون زمانی همسر شما میتونه ارزش و قدر شما رو بدونه که شما بدونین، چون در حال حاضر ایشون حرف اولو میزنن، همه حقا با ایشونه، ارزش با ایشونه، تازه طلبکارم ازتون هستن که تو چقدر بد اخلاقی. نه اتفاقا الان ادای شاید هم خوش اخلاقی نمیدونم ولی من همچنان که موندم تصمیم گرفتم که رابطه ای نداشته باشیم، فقط به خاطر باز حفظ زندگی فقط بمونم تو زندگی. خیلی کار اشتباهی میکنیم، بازم بیارزشی خودتونه. من توصیه‌ام بهتون اینه، جدی میگم، بیام بیرون از زندگی. نه به هیچ وجه، به هیچ وجه بیرون اومدن نداره. شما هنوز یاد نگرفتین زندگی کنین، کجا میخواییم بریم؟ توصیه من بهتون اینه که اگه چنان این قضیه فیلم بالاتر از خطر بود، میگفت ماموریت شما چنانچه بپذیرید، ماموریت شما چنانچه قبول بکنین، اول همه یاد گرفتن اینه که چطور زن باشین، دومی که چطور زن با ارزشی باشین، سومی که چطور زنی باشین که همسرش عاشقشه، و چهارمی که چطور بتونی یک رابطه عاشقانه از این به بعد که از تمام رابطتون بهتر باشه با همسرتون داشته باشین. چنانچه مایل هستید بهتون توصیه میکنم ماه اکتبر ما در لس آنجلس کارگاهی داریم مخصوص خانم های مثل شما، لطف کنید برای خودتون این زحمت رو بکشین که تشریف بیارین، انشالله ما در خدمتتون خواهیم بود. برای امشب بهتون شب بخیر میگم.
شبتون بخیر. مرسی. شنوندگان عزیز، ممنون از توجهتون به برنامه امشب. با سپاس از آقای آرمین نازنین و خانم فاتی عزیز، برنامه امشب رو به پایان میرسونیم. تا هفته آینده شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.